سرخط خبرها. ادامه واکنشا به اعدام یک نفر در مشهد به دلیل مصرف مشروبات الکلی. دادگستری مشهد میگوید او قبلا هم برای جرایم دیگری مجازات شده بود. جهش بی سابقه دیگر در آمار روزانه مبتلایان به کرونا در آمریکا. در سوریه نگرانی از شیوع ویروس بین آوارگان بیشتر شده. تلاش برای شناسایی اجساد مهاجران افغان در پی غرق شدن یک کشتی در آب‌های ترکیه. سفارت افغانستان هیئتی را به محل وقوع حادثه فرستاد. و توزیع کمک‌های خیریه توسط کارتل‌های مسلح مواد مخدر در مکزیک. دولت می‌گوید از سر فرصت طلبی است نه انسان دوستی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. در ایران بعد از اعدام یک زندانی به جرم نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مرکزی مشهد، دادگستری خراسان رضوی اجرای این حکم دفاع کرده. در اطلاعیه‌ای که این نهاد منتشر کرده آمده که فرد اعدام شده پیش از این چند مورد محکومیت داشته و از سال 86 تا 96 بارها به دلیل شرب خمر و دستگیر شده و زندانی شده. اعدام این فرد واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. برای صحبت بیشتر در این باره همکارم فرین عاصمی اینجا با ماست. فرین، اول شروع کنیم از اطلاعی که دادگستری استان خراسان داده. بله، دادگستری استان خراسان رضوی به نظر میرسه که بعد از انتقادهای زیادی که در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های مختلف به حکم اعدام این فرد و اعدام شدنش داشتن، یک توضیحی داده و صحبت کرده از اینکه فرد اعدام شده 20 مورد محکومیت کیفری داشته از سال‌های 75 تا 97 و گفته که حتی به تهدید، آدم‌ربایی، اعمالی که دادگستری خلاف عفت عمومی و همینطور سرقت نامیده، گفته که به خاطر اینها تحت تعقیب بوده و محکوم شده. اصلا مشخص نیست هنوز محکوم شده بوده به خاطر اینها یا نه، هیچ اشاره‌ای نکرده، اشاره نشده که آیا مثلا حبس کشیده یا نه، ولی به این مسائل اشاره کرده. از طرف دیگه گفته که در سالهای 89 90 91 و 92 هم به خاطر خوردن مشروبات الکلی و داشتن اون به حبس محکوم شده بوده، 11 ماه حبس بوده، 8 ماه و همینطور گفته که به خاطر اینکه بعد از اینکه مشروبات الکلی خورده روی موتورسیکلت بوده و داشته رانندگی میکرده، به دلیل اون هم تحت تعقیب قرار گرفته بوده. همه اینها به نظر میرسه که یه تلاشی بود برای اینکه این حکم رو در موردش توضیح بده دادگستری خراسان رضوی، و ولی در مورد اینکه اتهامات قبلیش چی بوده، آیا این اتهامات رو به خاطرشون محکوم شده یا نه، هیچ توضیح بیشتری داده نشده. در وکیلش هم صحبتای کرده بوده. وکیلش ابتدا در اسمش هست آقای حسین حبیبی شهری، وکیل آقای جمالی، مرتضی جمالی، گفته شده این فردی که اعدام شده پدر دو فرزند خردسال 55 سال داشته. وکیلش اول در یک پست اینستاگرامی نوشت که با توجه به مستنداتی که در پرونده موجود بوده، این تصور براش وجود داشته که بتونه حکم اعدام اون رو حالا لغو کنه و این حکم رو به چیز دیگه تبدیل بکنه و به قول خودش صدور حکمی مناسب‌تر رو انتظار داشته، اما برخلاف تصورش بوده و نوشته که هرچه تلاش میتونسته بکنه برای نجات یک جان یک انسان انجام داده. فردای اون روز آقای حبیبی شهری این پست رو پاک میکنه و در پست دیگه‌ای میاد در اینستاگرامش مینویسه که تمام این نقل قول‌هایی که ازش در رسانه‌ها میشه رو تکذیب میکنه و میگه که فقط این حکم بر اساس قانون صادر شده و اونچه که نوشته بوده صرفاً درد دلی بیش نبوده. و در سال‌های اخیر ما می‌دونیم که خب فشار بر هم وکلا مستقل زیاد بوده، هم بر خانواده‌های افرادی که محکوم می‌شدن، و به نظر میرسه که این پست‌های اینستاگرام، این پست جدید آقای حبیبی شهری نشونه ای از فشار براش باشه که این رو جدیداً نوشته. ممنونم از فرین عاصمی با ما. و محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری از تهران با ما هستند. آقای آقاسی، چطوره که به جرم شرابخانی حکم اعدام صادر میکنن برای یه نفر؟ برای متاسفانه یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی وجود داره که به موجب این ماده پیش بینی شده که اگر کسی
دو بار شراب خوردیم، یعنی مسیح ایجاد میکنه و دو بار حکم صادر شد، اجرا شد و بار سوم باز مشروب خورد و بار سوم دیگه مجازات شلاق نخواهد بود که 80 ضربه است، بلکه مجازات به جای 80 ضربه کشتن او هست. در قانون نوشته کشتن، ننوشته اعدام. حالا منظور از کشی است چیست؟ اون رو مشخص نکرده. ارتباطمون کیفیتش زیاد خوب نیست، ولی امیدوارم که بتونیم صحبتمون رو ادامه بدیم. به خاطر اینکه دادگستری مشهد هم به نظر میرسه که حالا اومده واکنششون داده در مقابل انتقادهایی که در شبکه‌های اجتماعی شده بود از این حکم، و گفته که این فرد سوابق دیگه هم داشته. مگه میشه که به استناد سوابق دیگه که یک نفر داشته بخوان حکم اعدام رو براش توجیه کنن؟ به هیچ وجه مطلقا نمیتونیم به استناد این که یک محکوم علیه یا یک مجرمی یا یک متهمی مرتکب جرائم دیگری از نوع دیگر غیر از و یا بعضی از اعمالی که این گونه در قانون پیش بینی شده داشته، او رو به مجازات اعدام محکوم بکنیم یا کشتن. ما در موارد دیگری هم هستش که مجازات ها مجازات شلاق هست، ولی برای بار چهارم اگر که مرتکب اون عمل شد، او رو اعلام خواهند کرد. در مورد شراب و یا مشروبات الکلی، البته دو بار وقتی که شراب بخوره باید حتما دو بار شراب بخوره، نه اینکه در قبل از دستگیری. اگر قبل از دستگیری 10 بار هم مرتکب شرب خمر بشه و دستگیر بشه، به موجب صراحت قانون یک مجازات فقط داره، اونم 80 ضربه شلاقه. اما اگر که شراب خورد و دستگیر شد، محکوم شد، حکم اجرا شد و بار دوم هم همین جرم رو، یعنی در واقع شرب خمر رو داشت، باز هم دستگیر بشه، محکوم بشه، مجازات هم اجرا بشه که اونم 80 ضربه است، اگر برای بار سوم همون جرم رو مرتکب شد، یعنی شرب خمر، در این صورت قانونگذار اجازه داده که او رو بکشن. و البته تا به حال در بسیاری از موارد معمولا سعی میکنن قضات اجرا نکنن، حالا در اینجا در مشهد چنین کردن، دیگه این سلیقه اونا بود. بله، میخواستم همین رو بپرسم، به خاطر اجازه قانونی داشتم. مقایسه هایی که شده در مقابل حکم های دیگه ای صادر شده برای افرادی که جرمای خیلی سنگینی مرتکب شدن، ولی با این حال حکم اعدام براشون صادر نشده، و به نظر میرسه که در شرایطی که قوه قضاییه ممکنه که چشم‌پوشی کنه از خیلی از اون موارد، چطور برای این فرد اومده حکم اعدام صادر کرده فقط به خاطر اینکه مشروب نوشیده؟ ببینید، این قضاوتی که در این مورد رسیدگی میکنن به پرونده ها، جزء بدنه قوه قضاییه هستن که واقعا حب و بغض ندارن، و در تهران تا اونجایی که من برخورد کردم غالبا سعی میکنن به نحوی برخورد کنن که موجب صدور حکم به کشتن انسان برای شراب خوردن و یا مشروب خوردن ندن. اما اگر که واقعا حکمی وجود داشته باشه، باید وکیلش جواب بده در پروندهش وجود داشته باشه که قبلا دو بار به اتهام شراب خوردن و یا مشروب خوردن محکومیت پیدا کرده و 80 ضربه شلاق خورده، برای بار سوم این اجازه رو اینها دارن. به هیچ وجه احکام دیگری اگر یا جرائم دیگه‌ای داشته، نمیتونه این مشروب خوردن موجبی باشه برای مجازات کشتن او. ممنونم ازتون، محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری از تهران. آمریکا با شناسایی بیش از 65,000 بیمار مبتلا به کرونا در یک شبانه روز دوباره شاهد جهشی بی سابقه در آمار مبتلایان بوده. مقام های بهداشتی این کشور در مورد روند کاهش محدودیت ها در تعدادی از ایالت ها هشدار دادند. در همین حال در استان ادلب سوریه نگرانی از شیوع کرونا در بین آوارگانی که در مرز ترکیه زندگی می کنند افزایش پیدا کرده. کاوه مشکات نگاهی انداخته به وضعیت شیوع کرونا در نقاط مختلف جهان. کرونا همچنان در آمریکا رکورد میزند. اوضاع در بعضی از ایالت‌های جنوبی و غربی خوب نیست. دانشگاه جان هاپکینز در شبانه روز گذشته بیش از 65,000 آزمایش مثبت کرونا را گزارش کرده.
یک رکورد تازه روزانه برای کشوری که بیش از 2 میلیون از جمعیتش به این ویروس مبتلا شدند. ایالت‌های مثل فلوریدا و یا تگزاس زودتر از بقیه اقدام به بازگشایی کردند، موضوعی که دکتر آنتونی فاوچی مشاور ارشد دولت آمریکا در زمینه بیماری‌های مسری گفته نباید در آن عجله کرد. امیدوارم دوباره مجبور نباشیم همه جا را ببندیم. فکر می‌کنم مشخصاً این حرکت کاملاً آخرین راه چاره است. تصور من این است که بسیاری نگاه خوبی به این اقدام ندارند، حتی ایالت‌هایی یا شهرهایی که در حال حاضر با این ویروس درگیر هستند. بنابراین به جای اینکه به فکر تعطیلی کامل و بازگشت به قرنطینه باشیم، ایالت‌ها باید روند بازگشایی را کند کنند و همچنین مواردی که نتیجه مناسبی نداشته را بازنگری و اصلاح کنند. اما هزاران کیلومتر به سمت جنوب و در بولیوی، دومین رهبر قاره آمریکای جنوبی هم به کووید 19 مبتلا شد. پس از ژانیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل، ژنین آنیس گفته آزمایش کروناش مثبت اعلام شده. بیش از این آزمایش کرونای 7 عضو دولت بولیوی از جمله وزیر بهداشت این کشور مثبت اعلام شده بود. من همراه همکارانم در طول این مدت برای مردم بولیوی کار کردیم. از هفته گذشته بعضی از آنها به کرونا مبتلا شدند. من هم آزمایش دادم و نتیجهش مثبت بود. از امروز تا 14 روز دیگه من در قرنطینه خواهم بود و بعد از آن دوباره تست کرونا جدید از من گرفته میشه تا وضعیتم مشخص بشه. حالم خوبه و با قدرت از خونه به کارم ادامه میدم. در برخی نقاط جهان هنوز آمار دقیقی از مبتلایان به کرونا در دست نیست، مثل اینجا در ادلب در شمال غربی سوریه، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان دولت بشار اسد، که حالا گزارش شده یک پزشک در بیمارستانی در نزدیکی این شهر به کرونا مبتلا شده. به گفته سازمان بهداشت جهانی، بیمارستانی که این پزشک در آن کار می‌کرده بسته شده، ولی نگرانی اصلی شیوع بیماری کووید 19 در بین نزدیک به 1 میلیون از آوارگان جنگ داخلی سوریه است که در این منطقه زندگی می‌کنند. در هنگ کنگ هم دوباره وضعیت قرمز است. برای دومین روز پیاپی آمار مبتلایان اینجا افزایش داشته. در موارد مثبت جدید دانش آموزان و خانواده های آنها هم دیده می شوند. دولت اعلام کرده برای جلوگیری از بالا رفتن بیشتر آمار مبتلایان، از دوشنبه هفته آینده درهای مدارس دوباره بسته می شوند. اما اینجا در بریتانیا زندگی کم کم به حالت عادی باز می‌گردد. کشوری که شیوع کرونا به شدت به صنعت توریسم آن ضربه زده، از امروز قانون قرنطینه 14 روزه خود را برای مسافران بیش از 70 کشور لغو می‌کند. ایران و افغانستان اما بین این کشورها نیستند. کاوه مشکات، بی بی سی. شهردار نیویورک و همسرش دیروز در مراسم نوشتن شعار جنبش اعتراضی هفته‌های اخیر آمریکا در برابر آسمان خراش دونالد ترامپ شرکت کردند. رئیس جمهوری آمریکا به شدت به این اقدام اعتراض کرده بود. او شعار جان سیاهان ارزش دارد را نماد تنفر خوانده و از پلیس خواسته بود که جلوی این اقدام شهردار را بگیرد. مایپی شهرداری واشنگتن هم این شعار را کف خیابان روبروی کاخ سفید نوشت. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، بیشتر از همون بگو که اصلا چرا این شعار رو اومدن جلوی آسمان خراش آقای ترامپ نوشتن؟ برخورد آقای ترامپ با این جنبش اعتراضی، چه از همون آغاز که اونها رو غارتگر و آشوبگر خوند، چه بعد از اینکه تصمیم گرفت بیاد جلوی کاخ سفید با انجیل عکس بگیره و برای این کار تعداد قابل توجه از این تظاهر کنندگان در واشنگتن رو سرکوب کردن و با گاز اشکاور و خشونت از منطقه خارج کردن، چه کلن ادبیاتی که به کار برده در تمام این مدت در برابر خواسته های ضد نژاد پرستانه این جنبش، او رو در برابر جنبش جان سیاه‌پوستان ارزش دارد قرار داده. در نتیجه از دید شهردار واشنگتن، شهردار نیویورک و فعالان این جنبش، آقای ترامپ بخشی از مشکل هست و یکی از موانع رسیدن به خواسته های این جنبش که برابری بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در آمریکاست. در نتیجه به نظر میاد اونها با توجه به اینکه او حالا به نماد مقاومت در برابر جنبش تبدیل شده و حاضر نیست انعطاف نشون بده، تصمیم گرفتن که با نوشتن این شعار هم در برای منزل موقتش که کاخ سفید هست، هم در برابر منزل دائمش اینجا در نیویورک، این پیام برسونن که
ما از این جنبش حمایت میکنیم و در برابر توهین هایی که رئیس جمهور به این جنبش کرده یا تهمت هایی که بهشون زده عقب نشینی نخواهیم کرد. برای سیاستمدارانی مثل شهردار نیویورک و شهردار واشنگتن هم این فایده رو داره که به طرفداران این جنبش بگویند که ما کاملا با شما همصدا هستیم و به خواستار شما احترام میذاریم، به خصوص که از سوی طرفداران این جنبش تحت فشار هست هم شهردار نیویورک هم شهردار واشنگتن که به جای کارهای شعاری در عمل مثلا در اختصاص بودجه یه تحولات اساسی ایجاد بکنن، از جمله اینکه از بودجه بسیار بزرگ پلیس نیویورک یه مقدارشو کم بکنن و هزینه بکنن در محله هایی که سیاه‌پوستان زندگی میکنن، به نیازهای اونا بپردازن بیشتر. در اینکه اون دعواها در اینی که ادامه داره و فشار روی شهردار واشنگتن و نیویورک هست، این دو شهردار تصمیم گرفتن که با این کار دست کم هم با آقای ترامپ یه پیام بفرستن، هم قدری فعالان این جنبش رو راضی بکنن. گویا که بعضی از این فعالان حتی وقتی که واشنگتن هم این کار رو کرد گفتن خیلی هم عالی ولی کافی نیست، باید در عمل شما اولویتتون رو تغییر بدین، نه که فقط به آقای ترامپ به صورت نمادین پاسخ بدین. ولی به هر حال پاسخ آقای ترامپ به این کاری که انجام دادن در برابر برجش بسیار خشمگینانه بوده، همونطور که در مقدمه آمد گفت که سمبل تنفر هست این شعار و اینکه این خیابان لوکس رو کلاسش رو پایین آوردین با این کار، خیابان پنجم خیابان بسیار گران قیمتی است در نیویورک. ممنونم ازت بهمن کلبوسی در نیویورک با ما. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. در پی واکنشا به اعدام یک نفر به دلیل نوشیدن الکل، دادگستری مشهد گفته او قبلا هم به دلیل جرایم دیگر مجازات شده بود. طی شبانه روز گذشته بیش از 65 هزار نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شدند که رقمی بی سابقه از آغاز این همه گیری است. در ادامه برنامه توزیع کمک‌های خیریه توسط کارتل‌های مسلح مواد مخدر در مکزیک، فرصت طلبی یا خیرخواهی؟ سفارت افغانستان در آنکارا هیئتی را به محل غرق شدن یک کشتی در آب‌های ترکیه فرستاده تا اجساد شهروندان این کشور را شناسایی کند. وزارت خارجه افغانستان از خانواده‌های قربانیان خواسته در صورتی که از حادثه اطلاع دارند با دادن مدارک به این هیئت در شناسایی اجساد کمک کنند. گفته شده که تاکنون جسد 13 نفر از آب بیرون آورده شده، اما به دلیل اینکه مدت زیادی در آب بودند شناسایی آنها دشوار است. همکارم روین رهنوش از کابل با ماست. روین، چی میدونیم از این حادثه؟ مقام های سفارت افغانستان در آنکارا پایتخت ترکیه میگن که هیئت 3 نفری این سفارت و محل رویداد در ساحه وان رفته و در جریان تحقیق هست. شازده فر سفارت افغانستان گفت که از دولت ترکیه خواسته شده که از هر راه ممکن حتی با آزمایش DNA برای تشخیص و شناسایی هویت شهروندان افغانستان استفاده شود. روز گذشته گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که به محض اینکه هویت این افراد شناسایی شود، این وزارت آمادگی انتقال و به خاکسپاری اجساد را دارد. گفته شده که مسافرین کشتی که غرق شده 80 نفر بودند که در اون جهیل در سایه وان غرق شدن، منتها مشخص نیست که چه تعداد از این افراد شهروندان افغانستان بودن. این در حال است که 3 روز پیش هم پلیس ترکیه از توقیف یک کشتی حامل پناهجویان خبر داد که در میان اونها هم شماری از شهروندان افغانستان حضور داشتند. واکنش خانواده ها چی بوده؟ یکی از خانواده ها در گفتگو با BBC گفت که حدس میزنند که فرزندشان در میان قربانیان این رویداد هست و پسرشان 22 ساله بوده و با یک نفر دیگر خودش را به ترکیه و به محل رویداد رسانده بوده. تا زمان غرق شدن کشتی هم با خانواده تماس داشته، اما میگن که ناگهان تماس قطع شده و حالا 14 روز گذشته اما هیچ اطلاعی ازش ندارن. وزارت امور خارجه هم گفت که شماری از خانواده ها در تماس با این وزارت، چنان 25 خانواده گفتند که اعضای خانواده هایشان به سرنوشت مشابهی و سردچار هستن و مشخص نیست که هنوز اطلاعی ازشان ندارن. ممنونم از روین رهنوش از کابل.
چند خبر کوتاه. وزارت بهداشت ایران از مرگ 142 بیمار و ابتلای بیش از 2200 نفر به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. بر اساس آمار رسمی تا کنون 12447 نفر بر اثر کووید 19 جان باختند و حدود 253000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که 9 استان در وضعیت قرمز و 10 استان در وضعیت هشدار قرار دارند. برادر غلامرضا منصوری میگوید او قصد داشته به ایران برگردد، اما سفارت ایران در رومانی با به گفته او کارشکنی مانع بازگشتش شده. او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از وزارت خارجه ایران و قوه قضاییه به دلیل عدم همکاری در برگرداندن جسد به تهران انتقاد کرده. غلامرضا منصوری قاضی پیشین دادگاه لواسانات از متهمان پرونده فساد مالی در قوه قضاییه بود. جسد او ماه گذشته در هتلی در بخارست پایتخت رومانی پیدا شد. شورای امنیت ملی افغانستان گفته 592 زندانی طالبان را به دلیل اتهامات سنگین آزاد نمی کند. گفته شده که این افراد به قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی و آدم ربایی متهم شدند. طالبان در این زمینه واکنشی نشان نداده. بر اساس توافق صلح بین آمریکا و طالبان قرار شده بود 5000 زندانی طالبان توسط دولت افغانستان آزاد شوند که تاکنون 4019 نفر از آنها آزاد شدند. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته انضمام بخشی از کرانه باختری به خاک اسرائیل را متوقف کند. او پیشتر هم نامه‌ای در این باره به آقای نتانیاهو نوشته بود. امانوئل مکرون این اقدام اسرائیل را نقض قوانین بین المللی خوانده و گفته مانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی می شود. دیگر رهبران اروپایی هم از این برنامه اسرائیل به شدت انتقاد کردند. رسانه‌های دولتی چین گفتند در پی بارش‌های اخیر و طغیان رودخانه‌ها دست کم 140 نفر کشته شدند. تاکنون 300000 نفر در استان‌های شرقی به دلیل خطر سیل خانه‌های خود را ترک کردند. گفته شده تاکنون بیش از 10000 خانه در نقاط مختلف چین از بین رفته و تعدادی از جاده‌های اصلی مسدود شدند. در کره جنوبی یک روز بعد از مرگ شهردار سئول جزئیات یادداشتی منتشر شده که او پیش از مرگش نوشته. پارک فونسون در این نامه از همه از جمله خانواده اش عذرخواهی کرده، اما به اتهام آزار جنسی علیه خود اشاره این نکرده. جسد آقای پارک در یک پارک جنگلی نزدیک خانه اش پیدا شد. به نظر می رسد او خودکشی کرده باشد. آقای پارک پیش از آن که شهردار شود وکیل اولین پرونده موفق آزار جنسی در کره جنوبی بود. کولومبیا گفته سال گذشته قسمت زیادی از جنگل‌های این کشور از بین رفته. مسئولان محیط زیست این کشور گفتند که دولت توانسته تا حدی روند جنگل زدایی در این کشور را متوقف کند. با این حال پارسال بیش از 60% از جنگل‌هایی که نابود شده اند در آمریکای جنوبی در کولومبیا بودند. کارتل به معنای گروهی تجاری است، اما در مکزیک این کلمه با گروه‌های مسلح قاچاق مواد مخدر مترادف شده. اما حالا بسیاری از این گروه‌ها می‌گویند که به جای مواد مخدر بین مردم فقیر مواد غذایی توزیع می‌کنند، چون دولت نتوانسته در دوران همه‌گیری کرونا به وضعیتشان رسیدگی کند. آن لورنت خبرنگار بی بی سی از معدود خبرنگاران نیست که توانسته که با اعضای یکی از این کارتل‌ها دیدار و گفتگو داشته باشد. از غروب تا طلوع خورشید عملیات کارتل سینالوا هرگز متوقف نمی‌شود. حتی در دوران کرونا همگیری جلوی کسب درآمد آنها را نگرفته. از قاچاق هروئین گرفته تا قاچاق اسلحه زندگی هزاران نفر ویران شده. اما در این خانه امن که معمولاً برای نگهداری مواد مخدر و اسلحه استفاده می‌شود، اعضای این گروه حالا برنج، تن ماهی و دستمال توالت بسته‌بندی می‌کنند برای توزیع بین نیازمندان.
الان مردم بیشتر از همیشه به ما قاچاقچی ها احتیاج دارن، چون دولت اصلا بهشون کمک نمی کنه. روی هر بسته نام الچاپو، رهبر مشهور گروه سینالوا، نوشته شده. او حالا در آمریکا با حکم حبس ابد زندانی است. ما این رسم رو داریم که هر موقع فاجعه‌ای رخ میده یا بیماری مثل این فراگیر میشه به همدیگه کمک کنیم. کارتل های مکزیک مدت هاست که از کمک و تأمین رفاه برای جلب حمایت مردم استفاده می کنند. اما قرنطینه بسیاری از مردم را بیکار کرده و فرصت جدیدی برای کارتل ها فراهم کرده. مردم میگن این پول کثیفه، اما واقعیت اینه که برای ما مفیده. اونا به ما غذا میدن، ما را اذیت نمی کنن، به ما کمک می کنن. گروه های زیادی در مکزیک کار مشابهی انجام می دهند. بسیاری از آنها ویدیوهایی از این کمکشان منتشر می کنند. اما این کارشان رئیس جمهوری را عصبانی کرده. دیدم که گروه های تبهکار بسته های کمک توزیع می کنند. این کمک نیست. چیزی که کمک می کنه اینه که از اعمال خلافشون دست بردارن. خشونت کارتل های مواد مخدر رکورد بی سابقه از کشتار را در مکزیک رقم زده. از زمان شروع قرنطینه آمار قتل ماهانه تقریبا به 3000 فقره رسیده. بسیاری از کشته ها رهگذر بودند. کارشناسان امنیتی میگویند که توزیع بسته‌های کمک هدفی تجاری دارند. کارتل ها رابین هود نیستند. در ازای بسته های کمک حمایت و پشتیبانی جامعه را دریافت میکنند. برای اونا مهمه که این سپر اجتماعی رو داشته باشن. کارتل سینالوا میگویند وفاداری کلید موفقیتشان است. حفاظت از مردم برای ما مهمه، چون بدون اونها ما هیچی نیستیم. علی‌رغم قدرت آتششان، این حمایت مردم محلی است که میتواند بهترین سلاح برای کارتل ها باشد. به پایان این بخش خبر میرسیم. همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. آدرس ما هست @bbcpersian.com. ممنون از همراهی شما.